شد که حالا از نظر امنیت آزمون هم خود سازمان سنجش مطرح کرده بود بازرسی بدنی به طور کامل انجام میشه، اون کسایی هم که این کار انجام میدن قراره از شیلد و چند لایه ماسک و این چیزا استفاده کنن. خودتون هم حتی اگر براتون مقدوره سر جلسه از شیلد استفاده کنید. میدونم سخته چند ساعت بخواید اینجوری رفتار کنید ولی دیگه چاره ای نیست، بالاخره سلامتیتون هم مهمه که خدای نکرده بعد از پایان آزمون دچار بیماری نشید. پس سر جلسه ببینید یه چیزی میخوام بگم، قطعاً از زمانی که دفترچه ها رو بهتون میدن تا زمانی که آزمون شروع میشه اوج استرس یه دانش آموزه، یعنی تمام نگرانی ها زمانیه که میشینیسن. بیاید اینو با همدیگه یه تداعی انجام بدیم، ما توی روانشناسی بهش میگیم تداعی. هر چقدر بتونی اینو امروز و فردا، حالا بچه‌ای که جمعه آزمون دارن، مدام برای خودشون تصور کنن، تجسم کنن، تداعی بکنن، خیلی از ترسشون ریخته میشه. همین الان چشاتو ببند، یه تصور کن رفتی نشستی روی صندلی با همون لباسی که قراره بپوشی، بشین همونجا خودتو تجسم کن، مراقبت داره نگات میکنه، بچه‌هایی که دور و برت هستن با همون لباس ها و وسایلی که قرار باشی، خودتو حتی با ماسک تصور کن، نشستی سر جات و منتظری که دفترچه ها رو بهتون بدن. و امسال هم اعلام کردم به خاطر شرایط کرونا دفترچه ها روی زمین قرار نمیگیره، تحویل خودتون داده میشه. حالا دفترچه رو دادن دستت، روی میزت قرار داره، نباید بترسی، نکنه دیدن اون سوالا بترسونت دا. باور کنید چیزی نیست، 25% سوالاتون که همیشه آسون بوده، 50-60% متوسط بوده، یه کوچولو ممکنه سوالای سخت داشته باشیم برای بچه‌هایی که میخوان به درصد بالا برسن. پس اون دفترچه دیدنش هیچ ترسی نداره. همین الان اون بسته رو جلو خودت تصور کن، روی دسته صندلی تو، توی یه پکی که بسته‌بندی شده و روش زده سازمان سنجش، اسمت روی اون دفترچه هست، شماره پذیرندت هست، همه اینا رو جلو چشمات تجسم کن و قراره الان اون پاکت رو باز کنی، قراره سوالا رو در بیاری و شروع کنی حل کنی. همه اون چیزایی که خوندی توی اون دفترچه است، هیچ چیزی خارج از کتابا، کلاس‌ها، جزوه‌هایی که استفاده کردی نمیادا. این نترسونتت، ما از چند تا برگه و یه دفترچه قرار نیست بترسیم. حالا بیا یه کاری کن آقا، تا زمانی که میگن شروع فرایند آزمون حواستون سر جلسه باشه ها، به بلنگو خیلی توجه کنید، نکته هایی که میگه، چون اونجا همش اعلام میکنن دفترچه هاتون شروع فرایند آزمون، پایان تایم مثلا دفترچه عمومی، شروع تخصصی، باید همه اینا رو دقت کنید، حواستون به بلنگو باشه که مدیریت از دستتون نره. حالا شروع فرایند آزمون هنوز اعلام نشده، تو واقعا اون لحظه اوج استرسته، میدونم، یعنی اون 10 دقیقه اول که دیگه میخوای شروع کنی و حتی تا 10 تا سوال اولی که داری میخونی اگه بتونی خودتو کنترل کنی، اگه بتونی آرامش خودتو حفظ کنی، تو برنده میدونی. بذار همین الان بهت بگم آقا، گفتم ذهنیتتو واسه همه چیز آماده کن، واسه همه چیز. شاید اون لحظه ایم که دفترچه رو باز کردی بچه ها چند تا سوال اول خیلی سخت باشه، حتی شاید نتونی 5 تا سوال اول رو جواب بدی. نکنه این تو رو ناامید کنه ها، نکنه این درس اول و سوالای اول باشه دیگه نتونی به بقیه سوالا جواب بدی. کافیه انقدر قوی و هوشمندانه رفتار بکنی، انقدر زیرک باشه که بگی اگه سخته این یه ترفند کنکوره، این دقیقاً داره حال منو میگیره که دیگه به سوالای آخر نرسم. باید به این فکر کنی اگه سخته، الان واسه همه سخته. یه ایراد خیلی بزرگه بچه‌ها، میدونید چیه؟ حواست باشه تو درگیر این تلهه نشی ها. وقتی سوالا سخته سریع نگاهی به بغل دستیاش میکنه، میبینه این وری داره تون تون میزنه، اون یکی وای چقدر پاسخنامش پر شده، من هنوز مثلا 2 تا رو نزدم، یه دونه هر کی. خواهش میکنم کاری به بغل دستیتون نداشته باشید. ما نمیدونیم اون توی این یک سال چجوری درس خونده، ما نمیدونیم سوالایی که داره میزنه شانسی داره میزنه یا نه واقعا داره حل میکنه. حواستون باشه درگیر این مسئله نشید، کاری به بغل دستیت نداشته باش، پاسخنامه‌شو نگاه نکن. میدونم سوالاتتون با هم فرق داره، حالا یه درصد به این فکر نکنی بخوای تقلب کنی دیگه، اینو همه میدونن، ولی من میگم کارشو آنالیز نکن. ما نمیدونیم اون شخص چی
چی کار کرده. این یه تله است، این یه قلق سر جلسه کنکور. پس سوالای سختم حالمون رو بد نمیکنه. حتی اگه 10 تا سوال اولو بلد نبودی، من جای تو باشم شروع میکنم کیک آب میوه میخورم، فدای سرم. مهم اینه که خودم میدونم تلاشمو کردم، هر آنچه که باید میخوندم خوندم، تا جایی که تونستم از وقتم استفاده کردم. پس اینو بهت بگم، اگه بتونی اون 10 دقیقه یه رو به اول استراب تو کنترل، بابا رمز موفقیت خیلی از رتبا بچه آرامشی بوده که سر جلسه داشتن. اینو هزاران بار بهتون گفتم، الان دیگه رسیدی به یه جایی، به یه مرحله ای که دیگه خوندنه به دادت نمیرسه، دیگه یاد گرفتنه واسه همون کاری نمیکنه. تنها چیزی که به دادت میرسه اینه که حال دلتو خوب کنی. یادت نره ها، تو یه دونه حال خوب به خودت بدهکاری، یه دونه خوشبختی تو زندگی به خودت بدهکاری، الان وقتشه.